اردوگاه های نگهداری از زنان و فرزندان سنی های تندرو در سوریه روز به روز بدتر می شود و همین موضوع خطر افراطی شدن افراد را در این اردوگاه ها افزایش می دهد. علی اکبری گزارش می دهد. صاحب نظران و کارشناسان مسائل امنیتی معتقدند تندرو بودن و تندرو شدن دو مقوله جدا از یکدیگر با یک روی کرد هستند. در همین زمینه هایدی دوپاو مدیر گروه حقوق بشر چیلت فوکوس در بلژیک در مورد خطر افراطی شدن کودکانی که در کمپ های سوریه نگهداری می شوند هشدار داده است. بخشی از این کودکان از پدرانی توند رو که از اروپا برای جهاد به عراق و سوریه رفتند به دنیا آمده و اکنون در زندانی بزرگ به سر میبرند. عدم تعیین تکلیف آنان از یک سو و نوع اعتقاداتی که به آنها آموخته می شود از سوی دیگر به احتمال زیاد آنها را به انتقام جویی و تند روی هدایت خواهد کرد. این در حالی است که بسیاری از کشورهای غربی از پذیرفتن مسئولیت این خانواده ها سرباز می زنند. برای مثال بلژیک یکی از منابع اصلی تأمین عناصر تروریستی سنی های تندرو اروپایی در عراق و سوریه بوده است. نخست وزیر این کشور به تازگی اعلام کرده که به زودی در مورد کودکان بلژیکی در اردوگاه های سوریه به ویژه الهول تصمیم خواهد گرفت اما زمان آن را مشخص نکرده است گزارش ها حاکی از آن است که دختران کمسن در این کمپ ها نقاب بر صورت گذاشته و هر خارجی را که می‌بینند به عنوان کافر هدف سنگ و دشنام قرار می‌دهند. این نشان می دهد که تفکر تکفیر به شدت در میان آنها رواج دارد و اگر تکلیف این کودکان مشخص نشود آینده چندان روشنی در انتظار آنان نخواهد بود.